با سلام خدمت همراهان فکت فارسی وان. در این قسمت میپردازیم به 10 تا از بزرگترین انفجارهای تاریخ در کره زمین. این گزارش تصویری به یادآوری بزرگترین خطراتی میپردازد که چاکنون زمین و حیات روی آن را تهدید کردند. از برخورد سیارک ها گرفته تا انفجار بمب های هیدروژنی و فوران سهمگین آتش فشان. آیا زمین در مقابل سلاح‌های هسته‌ای هم دوام می‌آورد؟ با فکت فارسی وان همراه باشید. رویداد تونگاسکا، یکی از هولناک‌ترین اتفاقات تاریخ بشر، رأس ساعت 7:14 30 ژوئن 1908 رخ داده است. در این لحظه انفجار مهیبی در کنار رودخانه تونگاسکا در سیبری روسیه به وقوع پیوست. موج حاصل از این ضربه تنه درختان منطقه‌ای به مساحت 2000 کیلومتر مربع را شکست و ساکنان مناطقی 10 کیلومتر دورتر را از ترس میخکوب کرد. قدرت این انفجار معادل قدرت تخریب 15 میلیون تن TNT برآورد شده است. این مقدار تقریباً به اندازه قدرت انفجار هسته‌ای حرارتی موسوم به قلعه براووست که توسط ایالات متحده آمریکا در اواخر ماه فوریه سال 1954 آزمایش کردید. این انفجار در حدود 1000 بار قدرتمندتر از انفجار اتمی هیروشیما و در حدود 1/3 قدرت انفجار بمب تزار است که بزرگترین سلاح هسته‌ای آزمایش شده توسط بشر است. شوک ناشی از انفجار برابر 5 ریشتر تخمین زده شده است. شدت چنین انفجاری قادر به تخریب کلان شهر بزرگی می باشد. شاید شهاب‌سنگی چند ده متری که بر اثر برخورد با جو نرسیده به زمین متلاشی شده عامل این رویداد باشد، یا انفجار گاز متانی که در زیر زمین این منطقه جمع شده بوده است. بعضی ها می گویند انفجار برج واردن کلیف که تسلا آن را طراحی کرده بود باعث به وجود آمدن رویداد تونگاسکا شد. حتی تئوری هست که میگوید سقوط یک یوفو یا شلیکی نامشخص از آن عامل این انفجار بوده است. هنوز هم پاسخ نهایی در پرده ای از ابهام قرار دارد. تزار، قوی ترین بمب هیدروژنی جهان. آزمایش بمب هیدروژنی تزار بر فراز آسمان مجمع الجزایر نوایا زمیلیا در شمال روسیه بزرگترین انفجاری است که تاکنون به دست بشر روی کره زمین انجام شده است. نور حاصل از این انفجار که در اکتبر 1961 توسط شوروی سابق انجام گرفت تا فاصله 1000 کیلومتری دیده میشد. پنجره ها تا فاصله 900 کیلومتر دورتر شکستند و ارتفاع ابر قارچی شکل حاصل از این انفجار به 64 کیلومتری بالای سطح زمین رسید. به گفته ی بازدید کنندگان، زمین جزیره لایه لایه شده بود، فرو ریخته و در هم پیچیده بود و به چیزی شبیه پیست اسکیت تبدیل شده بود. بنا بود انفجار مهیب‌ترین بمب هیدروژنی جهان بسیار قدرتمندتر از این باشد. انفجاری به قدرت 100 میلیون تن TNT. اما نگرانی از حجم ریزه‌های پرتوزا و بارش رادیواکتیو باعث شد قدرت آن تقریباً 50% تقلیل پیدا کند. این انفجار که قدرت تخریب آن معادل 57 مگاتن TNT بود، تقریباً 3-4 برابر مخربتر از رخداد تونگاسکا بود. ساخت یک بمب هیدروژنی بزرگتر به دست بشر بسیار بعید به نظر می رسد. این روش بیش از آن که موجب تخریب روی زمین شود، فضا را با انرژی مخرب و پرتوهای رادیواکتیو پر خواهد کرد. انفجارهای کوه تامبورا. تنها یک انفجار آتشفشانی با قدرت 7 VAI در قرون حاضر رخ داده و آن هم فوران آتشفشانی تامبورا واقع در جزیره سومباوا در اندونزی بوده است. فعالیت شدید آتشفشانی این کوه از سال 1812 آغاز شده و انفجار مهیب آن در آوریل 1815 رخ داده است. ورود حجم عظیم غبار و خاکستر آتشفشانی حاصل از این انفجار به جو باعث کاهش دمای زمین تا ماها بعد شده است. تاریخ میگوید سال 1816 سال بیتابستان لقب گرفته است. جالب است بدانید دانشمندان تامبورا را بیش از 160 سال نادیده گرفتند تا زمانی که رابطه میان فوران‌های آتشفشانی و تغییرات آب و هوایی اثبات شد.
آنها توانستند لایه‌هایی از خاکستر را درون هسته‌های یخی منطقه گرینلند پیدا کنند و به نکته مهمی برسند. از سال 1815 تا کنون هیچ فوران آتشفشانی به قدرت تامبورا رخ نداده است. دریاچه تاپو. امروزه دریاچه آرام تاپو در نیوزلند محل مناسبی برای طبیعت گردی و صید خرچنگ‌ها یا آب شیرین است. البته همیشه به این شکل نبوده. چیزی حدود 26500 سال پیش این ناحیه محل یک انفجار آتشفشانی عظیم بوده و تا عمق 200 متری در گدازه‌ها و خاکسترهای آتشفشانی فرو رفته است. دریاچه آرام کنونی روی بستری از ماگما بنا شده است. انفجار آتشفشانی در این منطقه نزدیکترین انفجار آتشفشانی جهان با قدرت 8 VAI به دوران معاصر است. این انفجار 10 برابر بزرگتر از فوران تامبورا است و 100 بار بیشتر از انفجار کراکاتوا قدرت تخریب دارد. تنها 47 آتشفشان در جهان با چنین قدرت عظیم و ویرانگری شناخته شدند. تاپو هنوز هم فعال است. شواهد نشان می‌دهد از 26 قرن پیش تا کنون بیش از 20 انفجار کوچک داشته است. این تصویر فوران آتشفشانی جوان 1996 این آتشفشان را نشان می‌دهد. شاید تاپو و فوران‌های متعددش در انقراض موا، نوعی پرنده غول‌پیکر ساکن نیوزلند که مانند شترمرغ قادر به پرواز نبوده، نقش داشته باشند. دریاچه توبا. در سال‌های اخیر متخصصان زمینشناسی بحث آتشفشان‌هایی را مطرح کردند که از لحاظ قدرت تخریب در مقیاس‌های فعلی نمی‌گنجند. انفجار آتشفشانی این فوق آتشفشان‌ها می‌تواند بیش از 1000 کیلومتر مکعب ماده مذاب و خاکستر را در نواحی اطراف آنها آزاد کند. شاید انفجار در دریاچه تاپو هم در این رده‌بندی بگنجد. اما انفجار توبا در سوماترا با آزاد کردن بیش از 2800 کیلومتر مکعب ماده مذاب، خاکستر و غبار در حدود 70000 سال پیش بدون شک از همین گروه است. دریاچه توبا همانند تاپو بر بستری از ماگما شکل گرفته است. علاوه بر این، گمان می‌رود حجم عظیم غبار خاکستر وارد شده به جو دمای زمین را به شکل محسوسی کاهش داده باشد و بخشی از عوامل کاهش جمعیت انسان در این بازه زمانی به فوران توبا برگردد. ابر آتشفشان یلوستون. زیر ظاهر زیبای پارک ملی یلوستون هیولایی به خواب رفته است که آن را عامل یکی از بزرگترین انفجارهای آتشفشانی دوره‌ای در روی زمین می‌دانند. این منطقه سه انفجار بزرگ را طی چندین میلیون سال گذشته تجربه کرده است. قدیمی‌ترین آنها که 2 میلیون سال پیش رخ داده و به بزرگی انفجار توبا بوده، بستر آیلند پارک را ایجاد کرده است. بعدی کمی کوچکتر بوده، حدود 1.3 میلیون سال پیش و در نهایت نزدیکترین انفجار 640000 سال پیش رخ داده که حاصل آن بستر یلوستون امروزی است. انفجارهای اول و سوم این آتشفشان آسمان اغلب مناطق آمریکای شمالی را غرق خاکستر کرده است. محققان میگویند امکان تکرار چنین انفجارهایی هنوز هم وجود دارد. آتشفشان منفرد لاگاریتا. احتمال می‌رود این آتشفشان بزرگترین آتشفشان منفرد روی زمین باشد. آتشفشانی که حدود 27 میلیون سال پیش بیش از 5000 کیلومتر مکعب ماده مذاب و خاکستر را به اطراف پرت کرده است. در اثر این فوران منطقه عظیمی ویران شده و هنوز هم میتوان سنگ‌های آتشفشان را در کلرادوی جدید پیدا کرد. به نظر می‌رسد فوران این آتشفشان با پرتاب تخت سنگ‌های بزرگ به ارتفاع 2 متری آغاز شده و پس از آن جریان سریعی از ماده مذاب و گازهای داغ منطقه را پوشانده باشد. خبر خوب همین که این فوق آتشفشان سال‌هاست که خاموش شده است. راز چیکسکولوب. اگر بخواهیم از ضرباتی مهیب‌تر از آنچه که آتشفشان‌ها به زمین وارد کرده‌اند حرف بزنیم، باید به برخوردهای کیهانی برگردیم. زیر بستر شهر چیکسکولوب در یوتاکان پنینسولای مکزیک گودالی 180 متری وجود دارد که بخشی از بقایای یک برخورد 65 میلیون ساله را در آن میتوان یافت. این تصویر نقشه کامپیوتری گرانش این حفره را نشان می‌دهد. حفره ایجاد شده حاصل برخورد سیارکی به قطر حدود 10 کیلومتر با زمین است. بزرگترین جرم آسمانی که در 1 میلیارد سال گذشته از جو زمین عبور کرده و با آن برخورد کرده است. قدرت تخریب این ضربه حدود 100 میلیون مگاتن تخمین زده شده است.
بسیاری از دیرینشناسان غبار ناشی از برخورد این سیارک با زمین و تغییرات زیست محیطی حاصل از آن را عامل انقراض دایناسورها می‌دانند. برخورد سرنوشت ساز. زمین ما سخت‌ترین ضربه را درست زمانی دریافت کرده که بسیار جوان بوده است. چیزی حدود 4.5 میلیارد سال پیش، زمانی که منظومه شمسی به تازگی شکل گرفته بود و سطح زمین که مرکزی از مذاب داشت می رفت تا خنک شود. سیاره‌ای که 1/10 ابعاد زمین را داشت به آرامی در مقایسه با برخورد چیکسکلوب و با زاویه‌ای بسته به زمین برخورد کرد. اما حجم خاص این سیاره و شکل برخورد آن باعث شد پوسته و گوشته زمین و سیاره احتمالی در حالی که هسته آهنی آن با زمین برخورد می کند در فضا پراکنده شود. یک قرن به اندازه یک چشم برهم زدن در زمین شناسی طول کشید تا اجزای پراکنده به هم نزدیک شوند و قمر جدیدی به نام ماه خلق شود. البته این چیزی نیست که تمامی اخترشناسان به آن اذعان داشته باشند. خب دوستان، نظرتون درباره انفجارها چیه؟ به نظرتون ممکنه بشریت انفجارهای خطرناکتر رو تجربه کنه؟ نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها بنویسید و لایک یادتون نره. فکت فارسی وان، دریچه‌ای رو به